یک دو سه. سلام میکنم به همه دوستای خوبم توی یوتیوب، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز یه مهمون ویژه داریم. سلام، ناهید خانوم دوست عزیز بنده امروز اومده که آخر هفته رو با هم بگذرنیم. ما هم گفتیم یه خاطره برای خودمون درست کنیم و اینو ریکورد کنیم و توی کانال هم بمونه. رفتیم از یه مغازه به اسم T&T. من فعلا تا الان دو تا انتخاب کردم. منم اینو انتخاب کردم، مال من سنو کرکرز. و اینم واقعا هیچ فکری ندارم، هیچ آیدیایی ندارم که این چی میتونه باشه. بکنم این حالمون به هم بخواد. من اینم گرفتم، اینم بایس کرکرز. ای بای ای بای اینا رو ببینیم. شبیه با دیگه بگو، میخوام یه چیزی پیدا کنم که شبیه سنکای ما نباشه، یه ذره همیشه چیز متفاوت باشه. اینجا خیلی جای قشنگی برای امتحان کردن خوراکی های مختلف. یه سری خوراکی ها گرفتیم که مال شرق دوره، نمیدونم مال کره است، چینه. آره نه، حالا بعضیش چاینا نوشته ولی بعضیشون، ولی فکر نکنم که همش مال چین باشه، فکر کنم مال کره هم باشه. آره، بعد خیلی چیزای عجیب مثلا. بعد خیلی چیزای عجیب غریبی داره. گفتیم که امتحان کنیم بعد مزه‌هاشو بدیم. بذار من برم یه لیوان آب بیارم کنارمون بذاریم. خودمون زود برمیگردم. حالا این که شبیه پفک خودمونه. حالا این چیزی نبود که زیاد ریسک کرده باشیم، ولی حالا گفتیم که خواستیم ببینیم که واقعا چقدر پفکشون شبیه پفک ماست. اینو برای اون گرفتیم. ولی بقیه چیزا واقعا مثلا در مورد این هیچ فکر و ایده ای نداریم در مورد چه طعمی میتونه مثلا. حالا روشم زیادم وقتی که داشتیم میگرفتیم یه لیبلش هم نخوندیم که توش چه موادی داره چی داره، چون واقعا میخواستیم که برامون طعمش تازگی داشته باشه، بر همون اصلا روی خودش و لیبلش هم نخوندیم. مثلا حالا این ماهی، عکس ماهی داره مشخصه، حالا ببینیم که طعمشون چجوریه. این برای شما، اینم برای من. از همون ابتدا یکم آب بخورم. باشه، اول از کدوم شروع کنیم؟ به نظر من این یه سوسیس پنیریه، یعنی بیشترش پنیره. این مثلا نیست خوشمزه است حتما، یا پفک. اینا رو میتونیم آخر سر بخوریم که اون مزه دقیقا کسافت از این در بزنم. با این شروع بکنیم. آره. Almond streaks and fish. آره، خلال بادوم و ماهی. خیلی ترکیب زیبایی. ماهی خوش. خب این محصول تایوانه، محصول تایوانه و بیم که امتحان بکنیم. آره، بیم امتحانش کنیم. به نظرت بو کنیم بعد بخوریم یا اصلا بو نکنیم بخوریم؟ من میخوام یه دفعه به روش غرق سازی بخورم. باش، از نظر غذایی هم یه چیز سالمه. اوکی، ببینید. باش، بس این ور چون ماهیه دیگه، بالاخره این ور بازش کنم. بچه ماهی های کوچیک کلیکاست با بادوم. من ماهی خوش خوردم، خیلی خوشمزه میشه با شراب و اونو تو کنم برای چیز گذاشته. برای اینکه مثلا من نم نگیره. چون خوش من ماهی خوش خوردم، خیلی خوشمزه است. کره‌ای ها خیلی میخورن. مثلا بدم نشون بدم از نزدیک. ماهی به این شکل، بعد کنارش هم بادوم داره. خب مثلا اینم برای که خاطره بشه برای خاطر. اوکی. خب
من با ماهی میخوام شروع کنم. آره منم با ماهی شروع میکنم. به نظر من کلشو نگه دار تو دستت، کلشو نخور. اوکی. چون اون استاد کره‌ای من گفته بود که کله‌ها شما نمیخوریم اینجوری میکنیم. یک دو سه. اوکی خوبه، شیرینه. بعد مزه چیزم داره، شیرین و ترش، شیر ترش نه شیرین و شور. آره شیرین و شور. بعد مزه ماهی سرخ کرده میده، انگار من تحدیق شده اون ته چیز. خوشمزه است. من با کلشم خوردم. خب این چیزیه که من بعدا دوباره سراغش میرم. خوشمزه است. آره خیلی قیافه بد و لذتی داره. من برای کسایی که ماهی دوست ندارن اصلا خوب نیست. آره. که ته دهنتون مزه ماهی میمونه. من خوش مزه دیگه میتونم بخورم چون خیلی ترد و حالت شور و شیرین هم داره. من خوشم اومد. بعدش یه شراب میخوریم با این. خوبه. اوکی. من دوستشم. این دو مدل بود. یکشم سبز بود. اون من دقت نکردم. این دو تا چیز باش مزه باش. ولی خب اگه آدمی باشین که ماهی دوست داری خوب بود. خوشمزه. خوشمزه بود. آره. خب نظرم با ماهی ادامه بدیم. آره. دهنم خیلی. فعلا تو ماهی هستی. فکر کنم اینو باید بپزم ناهید. این چیزه سیب زمینیه. به نظر منم اون چیزیه که همونجوری بخوایم بخوریمش. بذار من اینو ببینم در چه حاله. اینو چیز کنم. بذارم ببینیم که چیه. ببینم بازش کنم. حتی بازش کنم ببینیم چه شکلی. شاید رسوندیم به ویدیو. آخر لحظه یابش بر من ها. بچه ها چیزایی که از توش در اومد اینه با دو تا چاپستیک. بعد میگه اینو باز کنید به این حالت، بذارید ته این. بعد بهش آب سرد بعد اضافه کنیم. بعد اینو میبریم میریزیم اینجا. سیب زمینیه به این حالت. آره بعد سوسش رو اینطوری میزنیم. چقدر هم آشغال تولید میشه دقیقا برای یه دونه سیب زمین. سوسش رو میزنیم. درش آماده باشه فقط من میشم از این میترسم. بعد توی این آب خنک میزنیم. آماده اینا هید. آماده. وارلاینش تا کجاست؟ تا کجا آب می‌ریزیم؟ به نظر من سریع بذاریم غذا رو درش رو ببندیم. آخه هیچ اتفاقی نیفتاد. داره نه. شاید یک کم دیگه باید آب بریزیم. توی ویدیو گفت کاملا چیز بشه، ساب مرج بشه. ببین اینجا عکسشو گذاشته که تا اینجاست داره پف میکنه. خب بذارم بذاریم درشو ببند. بچه واقعا داره گرم میشه. بذار نگاش کن، نگاش کن، بکشش دلو. وای جلال خاله. و 15 دقیقه باید منتظر بمونی. قشنگ داغه بچه ها، اصلا میسوزونه. عجیبیه. همون جوری که دیدید اونو گذاشتیم که درست بشه واسه خودش. اون قشنگ خودکفاست دیگه. ناهید انتخاب کن. خب بریم با همون ماهی ادامه بدیم که تا اون آماده بشه بندی داره. آها یه دونه با هم بخوریم به نظرم. این چی بود ناهید؟ روستت بود. روش هیچی ننوشته چه بتونیم بخونیم. پشتش بکنم نوشته بود. ببین اینجا نوشته چیا داره. یلو کروکر شوگر فراید یلو کروکر. یه هم یلو دوباره بعد بوش ماهیه. خیلی خوبه بکن. بوش اوکیه. غذا میده.
بوی تون ماهی. بیا یک شو تو بعد خوشمزه است، خیلی خوشمزه است. حتی بیشتر از ماهی بوی استیک که مثلا آبشو کشیده یه ذره ته گرفته. نه خوشمزه است، خیلی خوشمزه است. تایش هم یکم تنده. 20 خیلی خوبه. دوباره اینم دقیقا مثل اون یکی، مثل اون میتونم دوباره بگیرم و بخورم. اوکی، تا حالا پولمون هدر نشد. بچه اون یه جوری داره میجوشه، صداش داره میاد، اصلا عجیب. این یه چیز دست بزن نرمه، حالت لزج داره، حالت خیس داره. هر چند وقت یه بار این کار رو انجام بدیم تو داری خوشمزه پیدا میکنیم. دقیقا واقعا برای مثلا مزه کنار مشروب خیلی خوبه. دقیقا همه اینایی که گرفتیم. چیه ماهیه؟ این شبیه کلمه. آره اینو نمیدونم. اسم این گیاه در واقع توضیحاتی که براش نوشته Devil's Tongue، زبان شیطان، خیلی چیزی که میسوزونه. کونیاکو به ژاپنی، تو ژاپن و چین و کره و میانمار این یه گیاهی که اونجا درست میشه و با اسپایس میخورن. خب Devil's Tongue، زبان شیطان. ببینیم شبیه قارچه. این هم خوشمزه است. چرا دروغ بگم؟ اگه قارچ دوست دارین خوشمزه است. انگار مثلا قارچی که با روغن زیتون و فلفل زیاد مونده. انگار یه لاستیک مانندیه. خیلی تنده. برای من زیاد تند نیست. من کم زب. آره. گلمو میسوزم. میخوای بزنم؟ واقعا انصافا این سومی هم اینم خوبه. اگه کسی واقعا چیز تون خوشش بیاد خوبه. من خوبه. خوبه که تو دوباره برمیداری با اینکه سوختی. از اینایی که مثل تخمه هی آدم دوست داره بخوره. حالا میریم هانی لمن. این عصاره است. آره این عصاره دقیقاً. این به نظر من فکر کنم شکر داره، لیمو داره و فکر کنم برای مثلا دل درد و اینا خوبه، چون شبیه قرص درست کرده بودن و خیلی هم مزای مختلف داشت. عسل داشت، لیمو داشت، توت فرنگی داشت. من نمیتونم بکن. بوی لیمو هم آنه میده. بوی عطرینه. لیمو امانی داری میخوریم. طعم ناآشنایی نبود که بگم. توی لیمو امانی رو داری میخوریم. دقیقا توش پفک. ببین که پفکش چقدر شبیه پفکای ماست. حالمون به هم نخورد. نه واقعا خیلی خوبی. بیا ببینیم که با چیتوس آیا رقابت میکنه یا نه. خیلی کره داره. نمکش از چیتوز کمتره. حالت کره ای اون بوی شیر خشک و خورا خوبه، خوشمزه است، ولی برنازه چیتوز نمکی نیست. ولی خب پفکه که میشه قشنگ خورد تا تعلی. میدونم جلومون امشب میخوریم. یه سطل پفک داریم امروز. بعد دستم درست کرد. اگه داریم میریم پیکنیک به این حالت برید، هر وقت بچه خواست خواست کنید بگید. رفتیم چیزایی بگیم که یه ذره تعجب کنیم، ولی تا الان هیچ چیز عجیب غریبی، هیچ طعم عجیب غریبی تو دهن من نیست. به نظر من گرافیست این خیلی طعمشو بد زده. یعنی این خیلی خوشمزه بود. آره اصلا هیچ عجیب غریبی.
بین بین رایس کرکرز. این هم یه چیزی از برنج درست شده. حالا جفتش هم با هم باز کنیم دیگه. یکیش ترنه. آره. تو ترنه چی برداشتی؟ سنو رایس کرکرز. واقعا نمیدونم که چیه. این هم سپایسیه. قشنگ بوی برنج در میاد از توش. این شیرینه. خوبه این سپایسیه خوشمزه است از اینا یکی بنداز تو کیفت بخور ولی خب خیلی همیشه ما فکر میکنیم که حله هوله های ایرانی خیلی خوبه و هیچ جا پیدا نمیشه واقعا اینا خیلی خوبن یعنی ما اگه اولین بار امتحان کردیم واقعا خوبه من از اینایی هم که همه چیز رو امتحان میکنم مثلا اینا رو هیچ کدوم اینقدر تنوع زیاده که قرار بود امتحان کنیم من سیر شدم دادا داریم سیب زمینمون هم داره دم میگرشم خیلی خوشمزه این شیرین تره اون یکی سپایسی تون تره خب رسیدیم به من هر زمین رو میخوام حالا دیدی مثلا آدم یکی رو میگه خیلی خوبه اون میمونه واسه آخر بعد اون از همه بدتر در میاد احساس کردم یک لحظه این قرار از همه چیز بدتر در بیاد و این امیدوارم اینجوری نباشه یه جوری هم بستن که دیگه مثلا دکوری باشه اصلا نتونی بازش کنی یه دونه باز کنم یه دونه باز کن شاید اصلا دوست نداشتیم تا الان که من واقعا خیلی انتظار نداشتم که این همه خوب باشه و دلم آره. بخواد که بازم بگیرم آره. بخورم تو جو راخ یه با بود قسمت در یه تو بور دارده شاید تو هم تا همین تا کس شاید میرم شبیه پنیر وانیلیه نه درست حد زدم ناهید بده این آره یعنی وح میخوریم الهام شد آبه هم این هیچ طعمی نداره این میدونی شبیه چیه انگار تیاری درست میکردم مامانامون با این پودر موزی نگاه تو اون پنیر ریختی با اون له شده نه این منتظر یه چیزی بخوری که یه طعمی بیاد تو دهنت بچه ها ببخشید تلفنم زنگ زد و این خیلی بد بود دقیقا اصلا الهام شد اون لحظه به هم خیلی بد بود همه فکر کردم این خوبه گفتیم اونو آخر سر میخوریم ولی مزدش نبود ولی هیچ مزه ای نداشت یعنی انگار که مثلا پاک کنت رو میذاری توی دهنه آره بعد یه ذره مثلا مزه وانیل میده پاک کنت یه کوچولو مزه مثلا پنیر میده نه خوب نبود اون من آره. خوشم نیمد اینم داغه حالا این داغه این خودش 15 دقیقه به نظر من گذشته ببینیم که شیشه این خیلی عجیب بود خب من این خیلی جالب شده خب عکسشو بگیرم واقعا چون سیب زمینی خیلی خوب اونجا بخار پس شدن آره انگار که پوره شدن دیگه یک دو سه اوکی آره اوکی سیب زمینیه تو انگار مثلا سرخ کرده نیست ولی بخار پس شده سیب زمینی آره. اینا طعمای مختلف داشت مثلا گوشت نودل دقیقا. به همین روش میپختش بعد روش هم آب میریختی روی اونا در واقع روش بیشتر برای پیکنیک این غذا که حالا مثلا یه جایی هست که نمیخواین آبو بجوشونین و وقت ندارین و سریع یه ذره لیوان آب سر یه لیوان هم نه یه نصف لیوان آب سر و توی 15 دقیقه یه غذایی مثلا گرم پخته شده بکنم برای کوهنورد آقا اینا دقیقا خوبه حساب دیگه سیر شد نه من نمیم خلاصه بچه ها ما به غیر از این
که اینم مثلا حال آدمو بد نمیکنه ولی ارزش نداره این همه، یعنی مفهومی نداره خوردنش. خوردنش هیچ مفهومی نداره. حالا نمیدونم خودشون میخرن یا باد میکنه تو فروشگاه میمونه، واقعا نمیدونم. این بود ویدیوی من. از ناهیدم تشکر میکنم که خیلی لذت بردم، حضور زیباش توی ویدیومون بود. شاید بعدا اینو ادامه دادیم، مثلا میتونیم کشور دیگه رو امتحان بکنیم. میتونیم آره. مثلا بریم سراغ سنک های مثلا مکزیکی. آره اگه یه مغازه خوب پیدا کنیم میتونیم بریم، ولی خب اینجا چون شرق دور خیلی آدماش زیاد هم زندگی میکنن، مغازه های خیلی، سوپرمارکت های خیلی خیلی بزرگی هست که همه چیز مثلا میتونی پیدا کنی از اونجا، ولی دیگه نمیدونم مثلا مکزیک زیاد باشه یا نباشه. حتما که برای چون به هر حال مهاجر مکزیکی هم اینجا زیاده، حتما که برای خودشون مارکتشون، چون رستورانشون همه چیزشون هست، اگه رستورانشون هست حتما ادویه و غذا و خوردنی آره. چیزایی که استفاده میکنن حتما پیدا آره. میشه. هندی هم هست هندی هم میشه امتحان کرد، ولی خب الان از بین اینا که امتحان کردیم چند تا چیز هست که بخوایم بعداً هم دوباره بگیریم آره. و همیشه آخر هفته به عنوان سنک بخوریم. آره واقعا میخریم. و مرسی از حمایت هاتون. تا ویدیو بعدی، تا جمعه بعدی، خدا نگهدار.